خب در خصوص محمود عباس، ایشون دنبال روی یاسر عرفات. ما میدونیم که چقدر خامنه‌ای با تشکیلات فتح و صاف و جنبش آزادی بخش فلسطین و عرفات و محمود عباس مشکل داره. قبلا در همین برنامه من گفتم یک بار خامنه‌ای در یک نماز جمعه سال 1978 میگه که تشکیلات خودگردان توانایی اداره جمع کردن آشغال‌های کرانه باختری رو نداره، اما 5 تا سازمان امنیتی درست کرده. و البته خب این خودش خیلی شبیه رفتار جمهوری اسلامی هم است که در عین ناکارآمدی اما سازمان‌های امنیتی متعددی رو داره. بنابراین نوشتن نامه به محمود عباس، صحبت از راهکار دو کشوری، چیزیه که میتونه پزشکیان رو با خامنه‌ای، با مجموعه نظام، با سپاه درگیر کنه و این چیزی نیست که آقای پزشکیان بخواد انجام بده. اگر که پزشکیان بخواد گشایش انجام بده، این رو از دریچه گفتگوهایی که قبلا ظریف با کشورهای غربی و آمریکا داشته، این رو دنبال میکنه. اون گفتگوها هم مستقل از سیاست ایران در قبال اسرائیل و گروه‌های مقاومت بوده. یعنی ایران از سال 1982 حزب الله رو تأسیس کرده، ازش حمایت کرده، از گروه‌های مختلف در عراق از سال 2002 به بعد حمایت کرده و اینها رو شکل داده، از روسیه حمایت کرده. اما در عین این روابط نزدیک و حمایت‌ها، مذاکرات برجام رو هم پیش برده در یک دوره، تونسته با یک توافقاتی هم به آمریکا در واقع دست پیدا کنه و یک گشایشات اقتصادی باشه. پزشکیان در نظر داره بدون اینکه وارد درگیری با خامنه‌ای بر سر موضوع اسرائیل بشه، از طریق همون مسیری که آقای ظریف در گذشته رفته، یعنی مذاکره برای رفع تحریم‌ها، به اصطلاح با کت خدا وارد صحبت و توافق بشه. و البته که من میپذیرم که تا زمانی که ایران روابطش با اسرائیل رو به شکل مشخص بهبود نده، کنترل و مدیریت تنش انجام نده، روابطش به شکل مستقیم با آمریکا و اروپا بسیار پرچالش خواهد بود.